سلام به همگی خوش آمدین در یک ویدیو دیگه در این ویدیو یوتیوب مثل هر ویدیوی دیگه یک آپدیت از مارکت و آل کوین ها را برای شما میدیم در شروع ویدیو چند تا خبر بزرگ از مارکت را برای شما شیر مونو و در ادامه ویدیو اخبار مهمی آل کوین ها ایتریوم خبر خیلی بزرگ پولکادوت، کاردانا چین لینک ایکس استلر ایرلاند، شیبا سیمون دوج کوین و آلت کوین های بیشتر اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردین برای حمایت بیشتر بریم پایین ویدیو لایک کلیک کنین جدید هستین در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنار شروعی آل قرار بدین تا ویدیوی بعدی سر وقت ببینین امروز 14 اکتبر 2021 هسته امروز پیش از به وقت سویدن قیمت بیت کوین تا 58000 دلار هم رفت بالا زمانی که من ویدیو رو زاپونم برای شما بیت کوین 57121 دلار هسته قبل از اینکه شروع به ضبط ویدیو کنم ایتریوم تا 3800 دلار رفت بالا الان 3795 دلار هسته به نظر شخصی شما الان وقت خرید خوب برای کدام آل کوین هستن فقط نظر شخصی خود را در کامنت بنویسین اینجا کسی برای کسی مشوره مالی نمیدیم فقط کنجکاو هستم بدانم که شما دنبال خرید کدام آل کوین ها هستین و این ویدیو رو بچه ها از دست ندین الان وقتش رسیده که برین در مارکت آلکون هایی که شما برنامه خرید برش دارین برین در مارکت جستجو و تحقیق کنین به نظر شخصی من الان وقت خوب برای خریدی پله به پله هستم آقای ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک مصاحبه با شبکه خبری سی بی سی امروز نظر خود را در مورد نقش بیت کوین در دنیای مالی و آینده بیت کوین بیان کرد. آقای ولادمیر پوتین نقش ارزهای دیجیتال در پرداخت را پذیرفته یعنی که ولادمیر پوتین به این عقیده است که ارزهای دیجیتال میتونه به عنوان یک پول در پرداخت استفاده بشه و حتی گفته که ارزهای دیجیتال حقش داره که وجود داشته باشه و ارزهای دیجیتال میتونه در پرداخت استفاده بشه دیگه ببینیم که کشور روسیه با ارزهای دیجیتال کدام کار را انجام میده یا نه و چند روز پیش شاید شده بود که بانک روسیه معاملات ارز دیجیتال هم ممنوع کرده و دوباره بانک روسیه اعلان کرد که هیچ برنامه‌ای برای ممنوعیت دیج... برای معاملات ارزهای دیجیتال نداره و حتی اینجا ولادمیر پوتین گفته که الان در حال حاضر یک مقدار زود است که بیت کوین در بیتنیم مثلا مقابل روغن ترید معامله کنیم به خاطر نوسانات خیلی زیادش اما ولادمیر پوتین نقش بیت کوین در پرداخت را پذیرفته نظر شما چی هست در کامنت بنویسید کوین بیس دیشب برای شما این خبر را معلومات دادم که به زودی امکان ساخت خرید و فروش این برای مشتریان خود راه اندازی و تا حالا 48 ساعت نگذشته 1.4 میلیون نفر خود ثبت نام کرده برای واید لیست راه اندازی ان های کوین بیس 1.4 میلیون نفر در 48 ساعت به نظر شخصی من اعداد خیلی زیاد هست پس اشخاص خیلی زیاد سرسخت منتظر راندازی NFT کوین بیس هستن NFT ها جدی بگیرین همه افتادن در جان NFT ویزا با آقای مایکل جانسون شخص مشهور NFT کسی که چندین تا NFT را ارزش 64 میلیون دلار پنج ماه قبل فروخت و ای ویزا آقای مایکل جانسون با هم یک همکاری رو شروع کرده که یک سرویس آموزشی برای حامیان NFT را اندازی کنه درک NFT ها رو بریم یا مردم رو در مورد NFT آموزش بدن خصوصیات NFT چگونگی NFT چجوری NFT ساخته میشه چی هست NFT و کلا ریسک و همه چیزی NFT ها رو قرار برای مردم آموزش بدن پس اینا یک چیزایی در NFT دیدن که رفتن سمت NFT برین NFT ها رو حتما بخونه در موردش بیشتر آموزش ببینید اگر میخواین که یک ویدیو آموزشی کامل حتی ساخت NFT رو برای شما درست کنم در کامنت برای ما بنویسین و خودم هم خیلی وقت در ذهنم هست که میگم یک NFT خودم درست کنم اما تالا کدام چیزی یا ایده خوب در ذهنم نماده اگر شما کدام ایده خوب دارین اه, که من نفتی بسازم بنویسین حتما در کامین بنویسین من حتما کامنت شما رو میخوانم به خصوص یک چیزی باشه که بین ایران و افغانستان باشه به نظر من خیلی چیز جالب میتونه باشه اه, تا پنج ماه قبل دولت چین رهبری هشریت میزان هشریت بیتکوین را در مارکت داشت 38 درصد از هشریت بیت کوین مربوط به ماینر های چین مشدن و الان رهبری استخراج بیت کوین در کلا کشور آمریکا گرفته یعنی yani ماینر های آمریکا الان رهبری استخراج بیت کوین را دا داره در حال حاضر اونا 35.4 درصد از هشریت ریت بیت کوین را تشکیل میده و چند ماه قبل وقتی که دولت چین استخراج بیت کوین را ممنوع کرد و اونجا ما باعث 38 درصد افت هش ریت بیت کوین بودیم و اینجا قشنگ خودتانم در چارت میتونیم ببینیم که یک افت سنگین داشتیم و حتی قیمت بیت کوین هم آمد پایین در حال حاضر کشور آمریکا 38 درصد از هش ریت بیت کوین تشکیل میده بعدش کشور آیلند است 9.55 درصد کشور مالزیا 4.68 درصد جرمنی 4.59 درصد و همچنین 4.48 درصد ایران و 3.11 درصد دیگه کشورها هستند و در حال حاضر بیشترین در کشور امینجا بود اگر من خواندم بیشترین کشور بعد از آمریکا داره کزاکستان 18.1 درصد و کشور روسیه 11.11 11 درصد ببینیم که آقای ولاد میرپوتین الان پس اشخاص زیاد اونجا داره بیت کوین استخراج مونه خود آقای ولاد میرپوتین هم کدام کاری با ارزهای دیجیتال مونه یا نه بیتکوین کوین امروز در توییتر خود نشد من از این اصلا بیخبر بودم بعد ما در اینستاگرام برای شما استوری کردم نوشته که یکی از کارآفرین های هموطنان خودیم یک دختر خانم افغان به نام رویا محبوب که حتی تیک مارک آبی داره و در سال 2011 در لیست 100 شخص مؤثر دنیا هم انتخاب شده در ده سال گذشته رویا محبوب خانواده خود را با درآمد بیت کوین خود حمایت مالی کرده در قسمت مصارف روزانه زندگی اونها و در همین چند وقت گذشته اکثریت فامیلا دوستان خود را کمک کردن که از افغانستان بیاین بیرون بعد از اینکه طالبان قدرت گرفته و این مده این استوری هم نوشتم موضوع اصلی زیاد نیست که مثلا رویا و رویا محبوب فامیل خود را به واسطه درآمد بیت کوین کمک مالی کرده این که بیت کوین واقعا زیبایی خیلی زیاد داره که امروز در دسترس مردم قرار داده و بعضی ها ازش استفاده خیلی خوب مبره و رئیس کشوری کشور مکزیکو اعلان که چند وقت پیش بود که امکان را امکان راندازی را بیت کوین به عنوان لیگال تندر در کشور مکزیکو بود الان رئیس مکزیکو اعلان کرده که, که من اصلا چنین برنامه‌ای ندارم و این شایعات را کلا رد کردم و بعد چین, چین لینک با یک پروژه NFT به نام متا گم هوم NFT که یک پروژه برای بررسی قیمت ها و ساخت خرید فروش NFT ها هست یک انتگریشن روی چین لینک رو شروع کرده برای تغذیه قیمت برای تغذیه قیمت NFT ها برای مشتریان خود چلینگ رو حتما در واچ لیست خود داشته باشین مدیری یا همون شخصی اصلی که دوچکوین رو ساخته در تویتر خود نوشته که الان در فکر رااندازی یه های بیشتر برای دوچ کوین برای ها برای شبکه دوچ کوین هسته چون این یک مقدار شبکه دوچ کوین را آپدیت نگه می میداره و امکان اشتراک بیشتر تراکنش ها را برای شبکه دوچ کوین را مونه و نظری ها را اینجا خواسته که ببینه اینا چی نظر داره یا دی دا قسمت آقای مایک را کمک کنه نامش مایک یا مارکوس هسته فکر کنم مارکوس و بعد ایام هم کامنت ایلان ماسک زیر او توییت مدیر اصلی دوش کوین یک تامزاب داده دیگه ببینیم که ایلان ماسک در این وقتهای بعدی با دوش کوین کدام کار خاص انجام ندادن و این نظر شخصی ما هسته فکر کنم بعد از اینکه الان یک مقدار ایلان ماسک شیبا پام پامپ کرد امکانش هسته که دوباره پس این کار با دوش کوین شروع کنه پول کادوت بالاخره بعد از پنج سال یکی از پر اشتراک ترین آپدیت خود را راه اندازی کرد یا قرار به زودی راه باشه همو پاراچین پول که حدودا 5 سال اینا رویش کار کردن و در حال حاضر یک پروژه پاراچین داره و هم کاسموس هست در روی پول و ای پاراچین بقیه پاراچین های پول کادوت قرار از 11 نوامبر شروع شده و شامل 100 تا مراحل ها. یعنی در 100 مراحل قرار این پارچن های پولکادوت در لانچ کنه این خبر بزرگ فاندامنتالی برای پولکادوت هسته و پولکادوت یک سعود خوب در پیش گرفت فکر کنم این تا 40 دلار رسیده چند روز پیش 30 دلار بود من در گروه پیترون برای بچه ها نمیشتم. گفتم موقعیت خوب برای خرید پولکادوت هسته و مورنینگ ستار ونچور یک پروژه بلاکچینی برای نوآوری فیرمه های ارز دیجیتال و کلا پروژه های غیر متمرکز جامعه ارزهای دیجیتال برای ساخت توسعه و پیشرفت اکوسیستم و کسب جذب دارایی هسته حمایت مالی اینا به تازگی 15 میلیون دلار روی شبکه ایرلند سرمایه گذاری کرده در دوبای برای اند... یا روی پروژه های جدیدی که قرار روی بلاکچین چین ایرلند راه اندازی بشه اینا سرمایه گذاری کردن دیگه ببینیم کدام پروژه میاد بیرون که اینا یه ای 15 میلیون دلار رو روش رویش سرمایه گذاری کردن و یقینا بچا الگوراند رو واقعا من خیلی زیاد در موردش نمیدونستم دی بعدی یک مقدار خوندم یک از بهترین بلاک چین ها رو داره حتی بلاک بهتر از از ایتریوم هستم و استلر 145 میلیون دلار را روی تل لندنگ، تالا لندینگ تالا لندینگ یک, ا... یک اپ وامدهی برای حامیان ارز دیجیتال هسته و بعد از این سرمایه گذاری 145 میلیون دلاری استلر اما اکسلم استلر روی تالا لندینگ الان دارایی تالا لندینگ 800 میلیون دلار رسیده در مجموع و هدف از این سرمایه گذاری استلر روی تالا خوب میدونید که استلر امکان ساخت استیبل کوین برای فرستادن پول مرزی میده دقیقا همون کاری را که ریپل انجام میده و قراره با این سرمایه گذاری بتوانن اشخاص بی بانکتر بیشتر را بانکدار کنی یعنی آن بانکید بانکید یعنی کسانی زیادی الان دسترسی دک سرویس بانکی نداره و اینکه اشخاص بیشتر بتوانن یک حساب بانکی برای خود راندازی کنه و راندازی کنه اولین اولین صرافی غیر متمرکز ریوان حالا صرافی غیر متمرکز مختلف برای کاردانا لانچ شده ناگفته نمانه ریوان اولین صرافی غیر متمرکز روی شبکه کاردانا دیموی آزمایشی خود را راندازی کرد و در 5 اکتبر راندازی کرده و نام توکنش هم ریف هسته ریف همو کارنسی هسته که روی شبکه کاردانا ساخته شده و یک میلیارد مجموعه کوین هایشه و بر اساس گزارش تیم ریواندکس این کوین قرار برای فعال کردن کار روی پلتفرم کاردانا استفاده بشه و همچنین اینجا اینا بتوانند جواز تاییدیه برای نقدینگی روی ابتکارات بیشتر کاردانا و همچنین برای استیک کردن کاردانا استفاده بشه میتونه خبر خوب برای ارز کاردانا باشه و یک اشیاری 19 میلیارد دلار در چند ساعت گذشته در خدمت شما ارز کنم در 16 تا تراکنش در 16 تا تراکنش کوین های ایتریوم جابجا شده و بین صرافی های بایننس و اف تی اکس و والت هایش هم نامشخص است که چی کسانی هستند 1.16 میلیارد دلار از کوین های اتریوم در 16 تا تراکنش جابجا شده و بعد از اینکه اتریوم در 3600 دلار رسید این اعداد زیاد از کوین های اتریوم است و اشخاصی داره یک چیزایی را پشت سر اتریوم دیده اتریوم را شما هم حتما زیر نظر داشته باشین ریپل عضو فاوندیشن یا بنیادان دیجیتال پاوند پاوند انگلیس شدن و هدف از جون شدن یا اوس شدنش هم هست که سی بی, سی بی دی سی بنیادان پاوند را اما دیجیتال پاوند را اندازه کنه سی بی دی سی همون مخفف سنترال بانک دیجیتال کارنسی هسته یعنی که پول بانک مرکزی از اونا را کنه شیبا حجم معامله شیبا به تازگی حجم معامله چند وقت پیشش رم رم پشت سر گذاشتن اما چیزی مهمی که من خواستم در ویدیو برای شما بگیم بر اساس داده های مارکت شیبا یعنی میزان جستجوی شیبا در صرافی و در گوگل در حال حاضر در حال کاهش هستن و, و بر اساس از این داده ها این داده ها برای ما ایر نشان میده که شیبا دیگر امکان رشد بیشتر از را نداره البته بر اساس دلالات تکنیکال اینا انجام شد و سیمون هم اعلان کرد در تویتر خود که از این بابت شما می کوینی بایننس را به این مون روی سیمون والد والت خریداری کنید دقیقاً چیزی را که دو شب قبل در موردش صحبت کردیم دیگه تیم سیمونم هم گفته شما خواستین و ما می کار برای شما انجام دادیم و بعدش با سیمون در توییتر خود نوشته که آره دیگه اعضای انقلاب اعضای انقلاب سیمون الان اونا والد سیمون دوباره یک آپدیت کردن و گفتن که برین والد امو والد سیمون خود شما آپدیت کنین یا بیاین اینجا در توییتر روی ازی کلیک کنین نمیدونم مکتالای رو انجام ندادم بالاخره کدام ورژن جدید روی والیت سیمون رو اندازه کرده که مشتریان والیت سیمون باید والیت خود را آپدیت کنن امیدوارم که ویدیو بر شما جالب بوده باشه مفید بوده باشه اگر مرد در اینستاگرام ندارین نام اینستاگرام هم نام یوتیوب مثلا مشتبا کاپیتال ما در اینستاگرام حتما دنبال کنین و لایک و کامنت فراموش نشه بچه تا ویدیوی بعد خدا نگهدار